تراسی والان موشه مراسه ایلد یعقوب در ادامه بحث و عبتال رخاف کاموخا ایلک باقی که ما نگاه میکنیم که چگونه شعاری شونیم که ملاخیم که اون بزرگان اولی ما همچون فرشتگانی بودن و درک کردن توضیح میستوت تورا رو در مورد این فرمانی که تورات ها فرموده لو یره لباب خواب بعد نیاید قلب تو. در موضوع قبلی در مورد صحبت کردیم که حساب برادر مسکین دیازمند قبل بعد نیاید دست و مشت نکن و میسای با افتال رخا کاموخا که چگونه نتیجگیری کردن از اونها پایه هایی با پایه از جنبه قدرت های نفسانی. حرز نوتن اینک این یک دیدگاه جدیدی به ما میده نسبت به زندگی. علام ها داشت و دنیای جدیدی گشوده میشه در مقابل روی ما و میبینیم به وضوح که چگونه نیسوت گره خورده هستن، مرتبط هستن با تنابهای قدرتمند، با اون نیروهای نفسانی که بسیار در وجود انسان ریشه اون را عمیق هست. یه دیدگاه سمناک میرسه به اون جنبهی که در زهر قدوش پارشای ترومبا اوسامخ آلف امیر فرماد که استکل به اورایتا و بار آلما، که خداوند به تورا به اون دستوراتی که مد نظرش بود که در تورات ازش به بنیسه دستور بده نگاه کرد و بر مبنای اون دنیای خودش آفرید. دستورات دقیقا مطابق با اون نفس و ذات انسانی است که چگونه اونو تیغونش بده و از اینجا آشکار میشه برای انسان یک هدف جدیدی در دنیاش، نگاه نوعی نسبت به تمام تورا میسوه. بی خود و بی جهت نیست که درک کرده و برداشت کرده ریبی اردیوا که این میسوا مثال اوتال رخا کاموخا انقدر مهم هست که در مورد اون میگه ز کلال گادول و تورا. این اصل بزرگی در تورات نقدوشاست. این فقط یه شعار نیست، یه گفتار معمولی نیست. حقیقتا هرگز تجربه نکردیم که تمایل داشته باشیم که لحاوی زود خواست باشیم اینو درکش بکنیم. بنابراین حالا بیاین تا عمیق‌تر به این موضوع نگاه بکنیم. این چیزی که بیان قوم فرماد کلال گادول اصل بزرگ، مفهومش دریشه توال زولت، این که انسان خیرخواه باشه، خوبی دیگری رو بخواد، نه فقط که هیچ چیز رو از او کم نمی کنه، بلکه شیل و کلمه شیوتر تو خواهد بود برای او بهترین چیز که میتونه وجود داشته باشه، عالی ترین به خاطر خودو از همه جنبه، چه جنبه های روحی روانی و چه از جنبه های جسمانی. تو پرانتز اگه نگاه بکنیم از نظر وسایل رفاهی زندگی که امروزه ما داریم مقایسه کنید، حتی مثلا با 100 سال پیش زندگی ما زندگی تو گرنده حساب میشه. کجا زمان قدیمی شکلی بود که یک کلید بزنن رام چراغ روشن بشه، روشنایی باشه، براحتی بشه همه چیز رو دید؟ کجا به این راحتی بود که یه شیر رو بچرخونه آب جاری بشه، حالا باید بنا بچا آب میکشید از چشمه رودخونه آب بیاره، دکمه شما بزنی هوای سرد وزیده بشه، هوای گرم وزیده بشه، شعله گاز باشه، پخت و پز، نمیدونم لباسشویی، ماکروویو، انواع اقسام وسایل، خود ماشین از اتومبیل که آدم یه مسافرت قدیم میخواستم برم چندین روز چند ساعت با چه سختی ها مشکلاتی بودن. اگه 100 سال پیش حتی اینا رو تعریف میکردن یا که کسی از این شهر فرنگا نشون میدادن میگفت که شهر فرنگ هم نیست، خود گنهدنه. اما نگاه بکنیم اون میزان آسایش، اون احساس خوشبختی، خیال راحت که سرش رو بالش بذاره راحت خوابش بره اصلا قابل قیاس با 100 سال پیش نیست. وسایل رفاهی خیلی بیشتر شده، خیلی هست، اما اون آسایشه نیست.
اون احساس راحتیه نیست، یک جنبش برمیگرده به همین جا، به یه خلای روانی معنوی نسبت به دستورات خدا. کلپه خبرو یه حاشیه رکسنور، بعد که احساس کنه انسان که اون نسبت به رفیقش محسوب میشه فقط مثل یک لوله کانالی که انتقال میده خوبی رو به رفیقش و خود به خود ناشی از گذر خوبی از این کانال در درجه اول مثل یه لوله کانالی که ازش آب رد میشه، اول از همه خود کانال خیس شده، مرطوب شده، بعد آب به جایی میرسه، براخای شامل حال خوش هم شده. مفهوم افتال رخا کامخان این نیست که انسان هر چیزی رو که داره به رفیقش بده و برای خودش هیچی باقی نگذاره. لوبا نیمده ری بی عقیبا که مخالفت بکنه با اون جنبهی که حیخا قدمین زندگی خود آدم حق تقدم داره، چون که اصلا این گفتار گفتار خود ری بی عقیبا حیخا قدمین لخبر خوا، بلکه وعطال رخا کامخا ایشار بیادو همین جنبه است که انسان خیرخواه دیگری باشه بعدشو نخواد. اون که هیله رو ترجمه کرده این پاسخ و عطار کامخا رو ماند سانه علا لخبر اخلا تر اون چی که برای خودت نمیپسندی برای رفیقت هم نخوا، بد نخوا، بلکه برعکس خیر بخوا، خوبی بخوا و مطمئن باش که و تو خوبی دیگری بخوایی فکر نیتت خواسته تلاشت این باشه ایشاعر به یادو تو دست تو باقی میمونه هر چیزی که داری بیشتر هم میشه. لونی تدش کن الاش یسکیم آدم به درد، اینجا چه جدیدی نیست مرکه این که انسان به این نتیجه تو فکر و ذهنش برسه با قلبی کامل با جانی مایل که برای رفیقش هم حداقل به اندازه خودش بخواد. بدون اگه من اینو تا این حد برای رفیقم خواستم چیزی از من کم نمیشه. شیش به اوتو که یکسان بکنه او رو با خودش در تمام موضوعات، قرار نده برای او یک خسارتی که کمبودی داشته باشه، نقصانی داشته باشه، پنهان شده در جانش که در جان همگی ماست. این را آ این پنج نظری دید منفی که خواسته باشیم یه چیزی رو یه ذره بیشتر هم شده برای خودمون متعالی تر خاص ویژه برای خودمون نگه داریم، این حقیقتا این میشه اصل بزرگ تراته نویشا که کسی که در توانش نیست که باطل کنه در درون خودش این تمایل رو، این خواستنه که من بهتر از اون باشم، من یه چیز ویژه خاص داشته باشم که اون نداشته باشه، حالا تو مال میشه، تو ثروت میشه، سلامتی میشه، زور بازو میشه، سواد میشه، تو هر چیزی که شما در نظر بگیرید. اگه آدمی این طرز فکره هنوز تو ذهنش باقی مونده باشه لعلام لو یه عصم عصه لسم شمایی، هرگز انجام نمیده هیچ کار رو لسم شمایی، زیرا که در همه موارد میتونه پیدا کنه یک جنبه ای، یک تمایلی که خب این کارو بکنیم چیش به ما میماسه، چی به ما میرسه، تعویل میگیرن، متوجه میشن که من این خوبی رو انجام دادم، تعریف میکنن، تشکر میکنن. رقمی شئن و مفرا فقط برای کسی که این مزاحمت وجود نداره از موفقیت رفیقش، از که میفهمه دیگری موفق شده ناراحت نمیشه، دلخور نمیشه، تنگ نظر نیست، برعکس او شاد میشه که موفقیت اون رو ببینه و خیلی شادتر میشه اگر طرف مقابل مزدکی شده باشه، که خیلی شادتر میشه که یعنی خود او مزدکی شده باشه که او کانال انتقال براخای هشم به رفیقش باشه و دیگه چه برسه اگر این کانال انتقال برای همه دنیا باشه. فقط چنین آدم میتونه که لحقیه برسه یه موقعی برای که انجام بده کاری رو لشم شمعیم فقط و فقط برای خدا بدون هیچکونه جنبه دیگری. باز تو پرانتز بگیم داستان معروف در مورد اگرا، اگران رو ویلیام میویلنا، اونجا تو اروپای شرقی و در روسیه هوا سرده، اونجا اترو به صورت معمول رویش پیدا نمیکنه، تو که بعد از کشوره دیگه میآوردن اونجا، یک سال
خیلی کمیاب بوده اترک. آره به شاگرداش میگه بگردید پیدا کنید، آیتا یه نفر رو پیدا میکنن یه اترک از کشور دیگه برای خودش آورده بوده، میگن که آقا این اترک تو چند میفروشی؟ میگه نمیفروشم. میگن هر قیمتی خواسته باشی ده ها برابر اون قیمت اصلیشم. مثال مثلا چه میدونم حالا دسته که خریده بوده حاضر میشم مثلا 1000 سکه بخرم. میگه نه نمیفروشم. میگن ما اینو برای هگرا میخوایم. میگه به یه شرط میدم که هگرا کل میسواز خوتی که ناشی از انجام میسوا میرسه مال من باشه، کلش نه 99% 98% کلش. شاگردا عصبانی میشن که آی تو فلان خیلی پررو هستی، خیلی گستاخ هستی، اینجوری حداقل 50-50 فلان. میگه نه کلش. میام به هگرا میگم، هگرا تازه خوشحالم میشه، میگه بذار یه میسوار فقط به خاطر خود انجام بده، اصلا مزد کار نباشه. بقیه گفتن من نوعی که هیچی. بزرگا میگن که خیلی ها دیگه هم آدم معمولی که اگه ادعاش هم بکنه راست حقیقت است، دلش اینه که هم بفهمم من گفتم فقط به خاطر خودم میخوام سر انجام بدم، بدونم کی هستیم. بقیه که مثل ما نیستن که. این میشه اون جنبه ای که الان تو تورات نروچا نمونه شد در مورد اهرون اکوه میبینیم. اهرون برادر بزرگتر هست، سالها از سالها قبل ناوی هشم هست، ایسالا رو با عشق و محبت آشیشو میده، رفیق میکنه، برای خدا نزدیک میکنه، فلان میکنه و حالا میاد نزد موشه و موشه براش تعریف میکنه که آی خدا اینجوری به من آشکار شده، خدا گفته من بیام ایسالا نجات بدم. و هارون ناراحت میشه، پس ما این همه زحمت کشیدیم موف، این همه ما هیچی. و سام هم به لیبو خوشحال هم میشه، کیف میکنه که خب خدا رو شکر برادرم به کجا رسیده. این میشه با عبدالرکا خواه مخواه که بهترین رو برای طرف مقابل بخواه، حتی اگه اون طرف مقابله یه پله بالاتر از اون هم شده، که یه سود و یه سدود، زیرا که پایه همه پایه برای انسان که اون چیزی که آدم طلب میکنه برای که انجام بده و زندگی بکنه بشن شمایی هو لیرسود به برکت هستیم، بخاطر که تمایل داره به برکای هستیم بر تمام دنیا، زیرا که به این وسیله است که کابود هشم بزرگتر میشه و به عده ماست که لحکیر او بشناسیم و تحصیلیم باز که همچین موقعی که موزکی میشیم که باشیم مجرایی کانالی مناسب برای انتقال برخای هشم نباشه، مگر نیست در واقع نخواهد بود مگر این سهم بسیار کوچیکی از تمام کابود هشم که لازمه حقیقتاً متجلی بشه در این خلقت، در این آفرینش. حمید قیم که پابرجا میمونه فقط به وسیله سرجمع شدن این همه بخش و همه مخلوقات، وقتی که همه مخلوقات در این راستا قرار بگیرن در راه کابود هشم، اون میشه مرخود شده حکومت الهی توی دنیا. میسی بازو از دلیل روسه اون وقش، کسی که میخواد طلب میکنه و تمایل داره به کابود هشم که باشه برای هر یکی تمام خوبیایی که ارتباط داره به او، به خاطر که بتونه هر یکی بیاره به دنیای خودش سهمش رو اونطور که مطابق کابود هشمه که اختصاص رو داره و به این وسیله بزرگ و مقدس میگرده نام هشم تبارک، که این هدف تمام خلقت هست که انشاءالله ما هم در این راه به درستی موفق باشیم.